درودی به شکوه روشنای دوشنبه شبهای میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در جای جای جهان به ویژه هم میهنان عزیز در مام میهن مشروع اخبار ایران و جهان را دیدید و همینک بیننده برنامه بررسی مطبوعات خواهید بود که همانند هر شب با عنوان صفحه یک مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا. همگام با شما گذری بر پیشخانه نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت قانون موافقت رهبری ایران با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان را تیتر اصلی خود برگزید. این روزنامه معرفی نشدن توفیقی به عنوان وزیر علوم به مجلس را همراه با تصویری اندیشناک و مغموم از این چهره جنجالی دانشگاه چنین آراست آه از نهاد دانشگاه برخواست روزنامه شرق با اشاره به موج جدید انتقادهای اصولگرایان و شبه نظامیان به خاطره هاشمی رفسنجانی برای حذف شعار مرگ بر آمریکا این گونه آراسته شد، پاشمی روی سیبل انتقال. ابتکار با درج تصاویری از نمایندگان اروپایی در مجلس شورای اسلامی نوشت. سوسیالیست های اروپایی در پارلمان ایران اسرار تیتر اصلی خود را به تهاجم جبهه اصولگرایان به تیم دیپلماسی روحانی آراست و نوشت چند روز پس از مذاکرات موفق ژنو ظریف به انتشار فایل صوتی اظهاراتش تهدید شد روزنامه دولتی ایران با تیترهای اقتصادی بر پیشخانه نشریات شهر نشست نهاوندیان از تأمین دهها میلیارد دلار برای بخش عمرانی و صنعتی خبر داد کیهان با روتیتر شعار مرگ بر آمریکا در خانه ملت تنین انداز شد از انتقاد لاریجانی از موازه اخیره هاشمی خبر داد ابرار با تیترهای عمدتا زیست محیطی آراسته شد زخم زاینده رود افونت کرده است و تیتر دیگر ابرار به نقل از نماینده ارومیه چنین بود طوفان‌های نمک از دریاچه ارومیه شروع شده است جهان صنعت با تیتری خبری اقتصادی این گونه بسته شد دلار تکنرخی بالاتر از 3000 تومان تهران امروز با انتشار تصاویر سه وزیر پیشنهادی به مجلس تیتر زد گام آخر برای تکمیل کابینه تازه ترین اظهار نظرهای مجلسیان و دولتیان پیرامون یارانه ها و حضو دهک ثروتمندان ایرانی معرفی سه وزیر باقیمانده دولت موسوم به تدبیر حسن روحانی به مجلس از جمله تسلیم دولت در عدم اعلام توفیقی به عنوان وزیر علوم موج جدید اظهارات معافق و مخالف در خصوص اعتماد سازی مسئولین در مذاکرات برای پرونده هستئی و چگونگی محرمانه یا غیر محرمانه نگاه داشتن آن ادامه واکنش ها به توهین فیسبوکی نوه آیت الله خمینی در رسانه های گروهی ایران شکست سکوت مطبوعات به تظاهرات شهروندان هرمزگان در پی جدا شدن شهر کوچک پارسیان و الحاق احتمالی به استان فارس با دستگیری و بازداشت جمعی از معترضین اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز ایران به طور مشترک و گسترده به انتشار آن پرداخته بودند. صفحه که امشب را همانند هر شب میگوشاییم با نگاه رسانه های جهان به ایران و با یادداشت برگزیده از نشریات بین الملل مذاکره خامنه ای با نتانیاهو عنوان یادداشتی بود که در نشریه عرب زبان و معتبر الحیات منتشر شده بود و به نقش آشکار و نهان کشور اسرائیل و شخص نتانیاهو در پشت پرده فشارهای مذاکرات هسته ای اشاره داشت به زمین نویسنده الحیات چه نتانیاهو فشار بیاورد یا نه غرب از خواسته نخست خود مبنی بر توقف غنیسازی 20 درصدی اورانیوم توسط ایران دست بر نمی دارد چرا که این نوع از غنیسازی به ایران امکان تولید بمب هسته ایران را می دهد در مقابل هنوز هم نمی توانیم پیش بینی کنیم که غرب چقدر آمادگی دارد تا توافق در مورد پرونده هسته ای ایران را به مجموعی از توافقات در مورد امنیت منطقی یا تقسیم نقش ها در سایه سار بهار عربی ربط دهد چون این داد و ستدی مطلوب ایران است اما سال اینجاست که کشورهای بزرگ چه اندازه مایل هستند تا نقش یک کشور بزرگ منطقه ای را در مقابله با جنگ های مذهبی و مبارزه با تروریسم جدی تلقی کنند نویسنده در بخش های از این نوشتار بر مقایسه سوریه و تسلیم در برابر اسرائیل بر سر جولان و شرایط کنونی ایران معتقد بود هرچند که جمهوری اسلامی سوار قطار بهبود رابطه با شیطان بزرگ شده ولی مشخص است که تلاش دارد از سوریه درس بگیرد و به جای مذاکره برای کاهش غنیسازی به تنهایی یا از بین بردن تأسیسات هستهای تلاش دارد تا وارد باشگاه هستهای مسالمت‌آمیز شده و به اسرائیل اجازه ندهد تا تنها قدرت یک یکتاز منطقه در سایه بهار عربی و فروپاشی کشورهای عربی و ارتشهای آن باشد چکیده چند سرمقاله از روزنامه های منتشره امروز ایران ماجرای اعدام مجدد محکوم به مرگی که یک بار اعدام شده بود و بر حسب شانس یا به تعبیر بعضیها مشیت الهی به زندگی بازگشت کماکان موضوع بحث و جدال روزنامه از یک سو و فقها و حکومتگرانی که بایستی این شخص را دوباره به مرگ بکشونند ادامه دارد روزنامه ابتکار سر مقاله اصلی صفحه که امروز خود را با عنوان زنده باد زندگانی و مرگ بر مرگ به این موضوع اختصاص داد نویسنده نبود قانون را در این موارد نقیصه میداند و این فقدان قانون را نیز ناشی از ندرت رویداد برمیشمرد که با توجه به نبود شاکی خصوصی و وضعیت حقوق بشری ایران در منظر جهانی نباید دوباره اعدام شود نویسنده در این یادداشت در بخشی از توصیف خود به استدلال میپرداخت که چرا نباید این مرد یک بار دیگر اعدام شود واقعیت این است که او روحن یک بار حیولای مرگ را با تمام هلناکیش تجربه کرد زیرا حکم اعدامش صادر شد به توصیه روحانی زندان توبه کرد با آب صدر و کافور و خالص تن سپرد با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن تکفین و هنود کرد معمورین اجرای حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را بررسی کرده و از استحکام آنها برای اعدام اطمینان حاصل کردند و سرانجام علیرضا به پای چوبه دار رفت. همه تشریفات اجرا شد. صندلی زیر پایش کنار رفت و جهان پیش چشمندرش تیره گشت. پزشکی قانونی پس از اجرای حکم جسد را معاینه و مرگ را تایید کرد. علیرضا جهان را در دقایق مرگبار آن زیست. شگفتا که پس از مرگ او جانی دوباره یافت اکنون دعوایی بر سر تداوم زندگی یا ستاندن دوباره جان او در گرفته است عجیب حادثه ای و قریب معامله ای تمام دعوا بر سر سکوت قانون است هدف مجازات روح قانون اختزای عدالت اسلامی و رد پای متافیزیک و غیرو گویی در این میانه به باد نسیان سپرده شده اند نبینی که جایی که برخواست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد اگر جای شما بودیم نیز عنوان یادداشت روزنامه کیهان بود که به قلم شخص حسین شریعت مداری نوشته شده بود در این یادداشت نسبتا بلند به همکاران رسانه‌ای ناهمسوی خود مثل شرق و بهار و قانون تاخت که چرا این همه در دفاع از روحانی و ظریف مطلب می‌نویسند یا به کیهان اشارات انتقادی می‌کنند پاراگراف پایانی این یادداشت چنین بود بار دیگر خطاب به آقایان دکتر روحانی و دکتر ظریف میگوییم لطفا در نوشته ها و تحلیل های جماعت مورد اشاره و روزنامه ها و سایت های آنان دقت بفرمایید آیا در میان انبوه نوشته ها و اظهار نظرهای آنان می توانید تفاوت چندانی با آنچه رسانه های آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی می نویسد پیدا کنید و صفحه یک امشب را پی میگیریم با مروری کوتاه بر یکی دو خبر کوتاه روزنامه ها بیانیه روحانی در خانه هر کرد ایرانی عنوان اولین خبر در ستون دیگه چه خبر روزنامه ایران بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود از دیدار با جمعی از فعالین سیاسی استان کردستان اعم از شیعه و سنی خبر داد و نوشته است دوستان تاکید داشتند که در این انتخابات مردم کردستان در برخی شهرها تا 84 درصد به روحانی رأی دادند و حتی در برخی روسته های اهل سنت رأی ایشان 100 درصد بوده است و متوسط رأی دکتر روحانی در کردستان 20 درصد بیشتر از میانگین کل کشور بود جهانگیری با اشاره به بیانیه دکتر روحانی طی دوره انتخابات درباره حقوق اقوام و مذاهب بیان کرده بود امروز هم در خانه هر کرد یک نسخه از این بیانیه موجود است و مردم منتظر هستند و امید دارند که این تغییر را ببینند و از صفحه یک امشب را میبندیم با چکیده یک گفتگو گفتگوی ویژه ای در صفحه یک روزنامه قانون منتشر شده بود با این عنوان که برای پالیزدار دام پهن کرده بودند این گفتگو در واقع ناگفته های پرونده پالیزدار از زبان جواد ترابی متهم ردیف دوی این پرونده بود که حاوی نکات بسیار خواندنی و بعضا تکان دهنده است که چگونه مافیای فساد و تخلفات مالی و اقتصادی در کلیت نظام فقهی چنگ انداخته است در مقدمه این گزارش ویژه گفتگوی ویژه البته که از سوی گروه قضایی روزنامه قانون و شخصی به نام وحیده کریمی تنظیم شده بود اشاره می شد که جواد ترابی به تنهایی هشت ماه از حبس خود را فقط در انفرادی و ما بقیه حبسش را در زندان رجعی شهر گذران و مدام در مصاحبهش از پالیزدار به عنوان یک افشاگر یاد می کرد که در حقش خیانت شد و و برایشان دام پهن کرده بودند افشاگر هم عنوانی است که این روزها برای اسنودن افشاگر آمریکایی به کار میره شاید با این هم پوشانی زبانی میخواستند به اهمیت کار پالیزدار اشاره کنند اما در لابلای این گفتگو نکاتی یافت میشد که نشان میداد همه لایه ها و ارکان نظام جمهوری اسلامی رو موجی از فساد و فحشا فرا گرفته است دو نمونه از پرسش و پاسخ این مصاحبه نسبتاً بلند و طولانی را با هم مرور می کنیم تا روشن شود چگونه فساد حکومتی حتی در لایه های بازرسی نظام فقها ها گسترده شد از جواد ترابی پرسیده شد انحراف از کجا شروع شد و کار شما که با ارائه گزارش نهایی تمام شده بود و ترابی پاسخ میدهد اتفاقات دیگری در این میان افتاد یکی از مدیران سازمان بازرسی در بسیاری پرونده ها باعث مختوم شدن و یا خروج از مسیر کیفری پرونده ها شده بود بنابر مستنداتی که داشتیم گزارش مفصلی تهیه کردیم که نشانگر تخلفات عدیده او بود که قرار شد این گزارش به طور مستقل به دادسرای انتظامی قضات منتقل شود همان زمان در سازمان متوجه شدند پالیزدار وام بانکی سنگین تصویه نشده ای دارد که اقساطش عقب افتاده است همان مدیر متخلف از این موضوع مطلع می شود در نتیجه توسطی که از کارمندان به پالیزدار اطلاع می دهند که اگر ترابی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص نامی از ما ببرد ما پرونده بانکی شما را افشا می کنیم و اما نکته جالب دیگر در این گفتگو آنکه جواد ترابی میگوید که حتی پرونده فساد مدیران را هم قطر چگانی میدادند و فیلتر میکردند و خبرنگار میپرسد پس چه شد که پرونده همه را بدون سانسور و بدون فیلتر کردن به دستتان دادن آخر ترابی چنین جواب میدهد سایت باستاب خبری منتشر کرد با این مضمون که برادر یکی از مسئولان با 95 کیلوگرم تریاک و 45 کیلوگرم هروئین در جاده را دستگیر شد همان مسئول با پالیزدار جلسه گذاشت و گفت که خواهشان نامی از برادر من برده نشود و پالیزدار در مقابل خواست همکاری سازمان با ما بهتر شود که طرف قبول کرد و 124 پرونده کلان را به نیت 124 هزار پیامبر یک باره به ما دادند و فیلترینگ برداشته شد تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا، وامداد روشن بدرود